نامه ویژه رئیس جمهور کرده به اوباما همتای آمریکاییش در رابطه به احداث پرسه‌های پاکستانی در گوشته. سفر حامد کرده به کشورهای اروپایی برای امضای اسناد استراتژیک با این کشورها. و افزایش تهدیدهای امنیتی در برابر رقابت‌های انتخاباتی در پاکستان. سلام، امروز یک شنبه 8 ثور 1392 هجری خورشیدی که برابر است به 28 اپریل 2013 میلادی. سمیرا رسا هستم با مجمع خبر این ساعت کابل نیوز. رئیس جمهور کرزی با فرستادن نامه به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا رسما خواستار روشن شدن موقف آمریکا در برابر تحرکات اخیر پاکستان در خط فردی با افغانستان شده است. سخنگوی رئیس جمهور میگوید پیشروی نظامیان پاکستان به داخل افغانستان با کمک نیروهای خارجی صورت گرفته است و این نیروها پس از ترک مناطق در امتداد خط دیورند در ولسوالی گوشته تمامی تأسیسات خود را در اختیار نیروهای پاکستانی قرار دادند. رئیس جمهوری تایید می کند که در 2 هفته اخیر پاکستان کار اعمار یک دروازه دیگر را نیز در گوشته آغاز کرده است. در حالی که نیروهای خارجی همواره در برابر خواست افغانستان برای دنبال کردن تروریستان در داخل خاک پاکستان محدود بودن ماموریت خود به داخل قلمرو افغانستان را دلیل آوردند، اما این بار به کمک همین نیروها نظامیان پاکستان توانستند 11 پسته امنیتی خود را به داخل افغانستان بیاورند و از تأسیسات نیروهای خارجی برای استقرارشان استفاده کنند. هیئت شورای امنیت ملی دریافت است که پس از خروج نیروهای خارجی از ولسوالی گوشته، این نیروها تمامی تأسیساتشان را در اختیار نظامیان پاکستان قرار دادند و این کار منجر به پیشروی و آغاز کار تأسیسات از سوی پاکستان شده است. دغه مخترعتک چې د پاکستاني خواو د خوا څخه سوی دی د ګوشتې په ولسوالۍ کې، دغه د نړیوالو ځواکونو په همکارۍ سوی دی، په دې خاطر چې دوی په دغه تاسیساتو کې ځای پر ځای سوي وو، او کله چې دوی د دې ځای څخه وتلي دي، دغه تاسیسات یې دغه پوستې پاکستاني خواو ته ورپرېښي دي. نو د دغه ګزارش په اساس، دغه رسمي دولتي ګزارش پر اساس، دوی چې مخته راغلي دي او په دغه تاسیساتو کې ځای پر ځای سوي دي، په دې کې نړیوال ځواکونو دوی سره همکاري درلودلې ده. در حالی که نظامیان پاکستان در دیدار با هیئت وزارت دفاع افغانستان پذیرفته است که نیروهایشان دوباره به داخل پاکستان عقب نشینی کرده و کارهای ساختمانی در امتداد خط دیورن را نیز توقف دهند، اما دیده می شود که در کنار وجود دروازه پیشین در گوشته، حال پاکستان در 200 متری این دروازه کار روی یک دروازه دیگر را نیز آغاز کرده است. تیر دو هفته که یو بل دروازه پاکستان کوشش کرده چې بل دروازه جوړه کړي، امنیتی دروازه جوړه کړي چې د هم د ګوشتې په ولسوالۍ کې او دغه تاسیسات ته نږدې د پر دې دروازه باندې پاکستاني خواوو کار پیل کړی دی، چې دا هم په ډېر څرګنده توګه ویلی سو چې دا کار غیر قانونی کار دی. و گذاری تاسیسات نظامی از سوی نیروهای امریکایی در داخل قلمرو افغانستان به نیروهای پاکستانی زمینه را برای اشغال خاک افغانستان از سوی پاکستان فراهم کرده است و این کار در تقابل با تعهد و ماموریت قرار دارد که در محدوده افغانستان به این نیروها سپرده شده است. ریاست جمهوری با فرستادن نامه رسمی به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا خواهان روشن شدن موقف واشنگتن در رابطه به تحرکات اخیر پاکستان و نیروهای آمریکایی شده است. دغه تاسو پاکل او دغه دروازه پاکل جمهور سمیت کرزی په دې ورستی کې جمهور باراک اوباما ته یو لیک هم استولی دی، او په دې لیک کې غوښتي دي چې د امریکا متحده ایالات باید خپل موقف دې موضوع په اړه روشانه کړي، په دې خاطر چې لکه څنګه چې ما مخکې وویل، دغه تاسیسات چې اوس پاکستاني قواوې پکې ځای په ځای سوي دي، دا مخکې د نړیوالو ځواکونو سره وه، دغه تاسیسات یعنې د دوی په اختیار کې وه، او کله چې دوی یعنې نړیوال ځواکونه د دغو تاسیساتو څخه وتلي دي، دغه تاسیسات یې پاکستانیان ته ورپرېښي دي، او د دوی په همکارۍ پاکستانیان مخته راغلي دي او په دغه تاسیساتو کې ځای په ځای سوي دي. نو په دې خاطر باید د امریکا متحده ایالات باید خپل موقف روشانه کی. زمینه سازی برای ورود نظامیان پاکستان به قلمرو افغانستان و آغاز کار بر تاسیسات در نقاط صفری از سوی اسلام آباد در حالی است
که پیش از این مقام های امریکایی خط دیورن را به عنوان سرحد رسمی میان افغانستان و پاکستان یاد کردند که این اظهارات آنان با واکنش های جدی افغان ها نیز روبرو شده است. رئیس جمهور کرزی طی یک سفر رسمی وارد اروپا شد. وی در این سفرش به اروپا موافقت نامه همکاری های دو جانبه با کشورهای فنلند و دنمارک را امضا خواهد کرد و در جریان همین سفر جهت گفتگو بر سر همکاری های دو جانبه وارد استونیا خواهد شد. سخنگوی رئیس جمهور میگوید که مذاکرات بر سر سند همکاری های درازمدت با ترکیه نیز در حال تکمیل شدن است و به زودی میان کابل و استانبول امضا خواهد شد. با دنبال پایان یک دهه حضور نظامی جامعه جهانی در افغانستان، حال دولت افغانستان می‌خواهد تا ادامه همکاری‌های خود با این کشورها را در یک چارچوب رسمی و مسئولیت متقابل تنظیم کند. سند همکاری‌های استراتژیک میان افغانستان و کشورهای خارجی که بیشتر در آن به جنبه‌های اقتصادی تاکید شده است، تنها با کشورهای اروپایی تعداد آن نزدیک به 10 سند رسیده است. و در سفر جاری رئیس جمهور کرزی به اروپا، دو کشور دیگر نیز با امضای سند مشابه با افغانستان همکاری های دراز مدتشان با افغانستان را تصمیم خواهند کرد. در سفر بجیان که بعد دنمارک و در فنلند ایوادون سر در اوجد محال ستیجی کاری که سندون امضا کیجی، خو در اروپای طولانی سر اگه یو بل سند دید چی پا مجموع که اروپای طولان غاری در افغانستان سر در اوجمحال و عریکو در همکاروی یو سند لسلیک کی پر دی سند بانی هم دیر کار مختت لیدی، خو اگه به یو جلا سندی بی دست یو موافقت نامه بی دست یو سند بی چی یوازی در اروپای طولان سر بی در اروپای طولان دی حوادون سر پا مجموع که یو سند بی 10 سال آینده برای افغانستان دهه تحول و گذار به خودکفایی اقتصادی هدف تعیین شده است که برای رسیدن به این هدف افغانستان به یک مشارکت استراتژیک اقتصادی سیاسی با جامعه جهانی نیاز دارد که در این راه تا حال افغانستان با آمریکا، انگلستان، آلمان، ایتالیا، استرالیا، فرانسه، نروژ و هندوستان سندهای همکاری استراتژیک را امضا کرده است. در حال حاضر کار روی سند همکاری استراتژیک با ترکیه نیز تمام شده است و با اتحادیه اروپا نیز به زودی کامل خواهد شد. ترکیه هم غوښتنه کړې ده چې د افغانستان سره د ستراتیژیکو اړیکو اوږدمهالو ستراتیژیکو اړیکو یو سند امضا کړي. پر دې سند باندې کارونه تقریبا نهایي سوي دي. ډېر ژر به په نږدې راتلونکي کې به دغسې یو سند د اوږدمهالو ستراتیژیکو اړیکو یو سند د ترکیې هیواد سره هم لاسلیک سي. در حال حاضر برخی کشورها به ویژه اعضای سازمان ناتو، امریکا، آلمان و ترکیه میخواهند که پس از سال 2014 میلادی نیز حضور نظامیشان در افغانستان را حفظ کنند، اما دولت افغانستان این حضور را نیازمند امضای موافقتنامه های جداگانه امنیتی با هر یک از این کشورها میداند. آوردن صلح، نیرومند شدن نیروهای امنیتی و اقتصاد کشور از جمله شرایط است که رئیس جمهور کرزی جهت امضای سند امنیتی با آمریکا اعلام کرده است. رئیس جمهور کرزی امضای این سند را به نفع مردم افغانستان خواند، اما تاکید نمود که امضای این سند مشروط بر آوردن صلح در افغانستان، تجهیز و توانمند ساختن نیروهای امنیتی و اقتصاد کشور خواهد بود. کارشناسان میگویند که آمریکا تنها امضای توافقنامه امنیتی را میخواهد و به همین دلیل امیدواری‌های دروغین صلح را به حکومت افغان میدهد. کابل و واشنگتن هیله لري چې د ګډ امنیتی تړون پر سر به څلورم پړاو خبرې هم پیل کړي. افغان او امریکایي چارواکو تر اوسه د دغه تړون پر سر درې پړاو خبرې کړې، خو کابل وایي لاسلیک کولو ته بیړه نه لري. د دغه تړون په موادو کې د امریکا له لوري مهم شرط دغلته د امریکایي پوځیانو اډې او قضایي مسؤلیت ښودل شوی، خو کابل هم ځینې اړین شرایط وړاندې کړي دي. ولسمشر کرزی د شنبې په ورځ له یو شمېر قومي مشرانو سره په غونډه کې اعلان وکړ چې د تړون لپاره یې د سولې او امنیت پر تامین سربیره د افغان پوځیانو تجهیز او اقتصادي تضمین له مهمو شرطونو دي. له امریکا سره امنیتي قرارداد په دې شرط امضا کوو چې په هیواد کې مسؤلیت تأمین کړي، اردو او اقتصاد مو تقویه کړي. موږ په دغه تړون کې خپل منفعت وینو، خو امضا کولو ته دا شرایط لرو چې په هیواد کې مسؤله او امنیت ټینګ شي، پوځي قوتونه مو تجهیز او اقتصاد مو تقویه شي. هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې په بهرني سیاست کې مو کوم بل هیواد ته د اثر او اعمال نفوذ زمینه برابره کړي. موږ به لکه د اوس په شان تل مستقل خارجي سیاست ولرو. افغان کارپوهان د کابل دغه شرطونه مهم ګڼي، خو اندېښنه څرګندوي چې متحد ایالات له یوې خوا له طالبانو سره د جګړې پای اعلانوي، خو بل لوري ته د سولې او په افغانستان کې د خپلو پوځي اډو په تړاو له پاکستان سره پټې معاملې کوي. ظاهرا په افغانستان کې د طالبانو سره جنګ ختم بولي، بلې خوا د سولې په مقابل کې دوی
د پاکستان سره معاملې کړي، د پاکستان سره معاملې کوي، غواړي د پاکستان سره په معاملو په افغانستان کې خپل اډې وساتي او دایمي دلته یا د اوږدې مودې لپاره دوی پوځي اډې ولري دلته. د افغان حکومت سره تر اوسه د یوه حکومت او د یوه ملت نماینده حکومت په حیث د یوې معاملې د لوري په حیث هیڅ قسم معامله نه ده کړې. شنونکي وایي ولسمشر او افغان حکومت باید د امنیتي تړون په برخه کې بیړه او بې احتیاطي ونه کړي، بلکې یو داسې تړون لاسلیک کړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات ورسره ټینګ شي. کرزی به این نتیجه رسیده که پاکستان دیگر از راه عذر و زوری نمیتونه به افغانستان در مورد صلح کمک کنه. باید خود را قوی ساخت و نیرومند ساخت و بعدا با میز مذاکره نشست. به باور من وقتی که ما قرارداد امنیتی با امریکا امضا میکنیم، در حالی که به نفع ماست، باید تعریف منافع ملی افغانستان و تعریف منافع ملی طرف مقابل محاسبه شده باشه. اونقدر نباید بی احتیاط بود و عجله کرد، بلکه قراردادی را امضا کرد که در آینده برای افغانستان صلح و سعادت را بار بیاره. ولسمشر حامد کرزی دغه څرګندونه په دا سال کې کوي چې ویل کېږي د بروکسل په وروستۍ درې اړخیزه ناسته کې پاکستان ته د سولې په برخه کې د همکارۍ په تړاو یو ضرب لجل ورکړی دی. امریکا مانند شوروی سابق در تلاش تطبیق استراتژی خود در افغانستان است. شماری از جریان‌های سیاسی و گروه‌های مجاهدین سابق می‌گویند که آمدن امریکا به افغانستان به اساس یک هدف بود و واشنگتن حادثه 11 سپتامبر را به خاطر به دست آوردن اهداف خود بهانه قرار داده است. سران جهادی و اعضای احزاب سیاسی تاکید دارند کشورهای خارجی در برابر حکومت افغانستان سیاست دوگانه حمایت و توطئه را در پیش گرفتند و به هدف بی‌باور ساختن مردم نسبت به دولت توطئه چینی می‌کنند. با اینکه ظاهرا آمدن آمریکا به افغانستان در سال 2001 کمک به مردم افغانستان در امر مبارزه با تروریسم و تامین امنیت خوانده شده، کارشناسان امور نظامی میگویند با حضور نظامی 12 ساله نیروهای خارجی در افغانستان در وضعیت امنیتی کشور و مبارزه با تروریسم تغییرات قابل ملاحظه به وجود نیامده است. شماری از سران جهادی به احزاب سیاسی در روز تجلیل از 8 سال روز موفقیت جهاد مردم افغانستان اعلام کردند که خروج نیروهای خارجی از کشور شایعه بیش نیست و این نیروها با تطبیق استراتژی خود در افغانستان حضور خواهند داشت. میگن سال 2014 اینا بیرون میشن، مردم ما را نگران ساختن. من باور ندارم. آمریکا میخواست زمینه را مساعد کنم، بهانه گیرش بیاد، چون از اون طرف دنیا آمده. مرد مشترک ما نداشتیم. از اون طرف دنیا آمده، باید به یک بهانه بیاره. حادثه 11 سپتامبر زمینه را مساعد کرد که خب مرکز القاعده، مرکز تروریسمی که نیویورک زد، بالاخره چی افغانستان زمینه برایش مساعد شد، آمد. شما فکر میکنید به این سادگی از افغانستان بیرون میشه؟ جریان های سیاسی و مجاهدین پیشین با این باورند که دستبرد کشورهای همسایه و غربی سبب به وجود آوردن اختلاف بین رهبران مجاهدین شد که نتیجه آن منجر به جنگ های داخلی در کشور گردید. با گفته آنها در حال حاضر نیز خارجی ها با وجود حمایت از مردم و حکومت افغانستان ده ها توطئه دیگر را نیز به خاطر بی باور ساختن مردم نسبت به آینده و حکومتشان بر راه می اندازند. در وزارت داخله خراب است. در این حمایت ده ها دوسیه دیگر رو در کنارش مطرح میکنیم تا افکار عمومی را مشوش کنیم، تا اعتماد مردم را از حکومت سلب کنیم، تا وحدت و هماهنگی رو از بین برداریم. در همین حال این سران جهادی و جریان های سیاسی تاکید می کنند که مداخلات کشورهای خارجی افغانستان را به سوی بحران خواهد برد و باید نیروهای امنیتی و سران حکومتی در رابطه با توانمندی های نیروهای امنیتی افغان در تامین امنیت و انتقال قدرت سیاسی اطمینان لازم و قناعت بخش را به وجود بیاورند. حکومت افغان تلاش های خود را برای نیرومندی نیروهای هوایی کشور آغاز کرده است. وزارت دفاع ملی میگوید برای بازسازی نیروهای هوایی گفتگوهای دوامدارش با ایساف، ناتو و آمریکا جریان دارد. مقام ها میگویند آنها تلاش می نمایند که به هر راه و وسیله ممکن برای نیرومندی نیروهای هوایی کشور کار شود. به خاطر ثبات آینده افغانستان و پشتیبانی از سربازان افغان هنگام عملیات، نیروهای هوایی نقشه تعیین کننده ای دارند.
برای پروسه انتقالات و عملیات نیروهای افغان در حال حاضر از نیروهای هوایی ناتو و در بخشی از موارد طیاره‌های شخصی به کار برده می شود. کارشناسان نظامی سطح توانایی‌های نیروهای هوایی کشور را در میدان نبرد خیلی‌ها پایین توصیف می کنند و می گویند جهانیان در 10 سال گذشته طوری که شاید بر آموزش نیروهای افغان توجه نکردند. با وجود این همه کمبودی‌ها وزارت دفاع ملی می گوید حکومت افغانستان برای نیرومندی نیروهای هوایی تلاش‌های خود را تسریع نموده است. مقام‌ها می گویند با خاطر بازسازی نیروهای هوایی گفتگوهای دوامدار آنها با ایساف، ناتو و آمریکا جریان دارد. د هوی قواو د جوړولو لپاره جناب جمهور رئیس زمونږ د ملي دفاع وزیر ستر جنرال بسم الله محمدی لوی درستیز کریمی صاحب دوی ټول هلې ځلې په همدې کې دي چې زمونږ هوایي قواوې جوړې کړي او په دې هکله باندې د ناتو سره د حساب د قواو سره د امریکا د متحده ایالاتو سره په دې هکله باندې زمونږ خبرې دوامدارې دي. همیشه دا خبرې کېږي. تاسو ته معلومه وي چې جمهور رئیس زمونږ په امریکا کې د ښاغلي اوباما سره په دې هکله باندې خبرې وکړې. په هر شکل چې کېږي، په هر ځای باندې چې کېږي، د هر چا سره چې کېږي، موږ باید هوایي قواوې په پښو باندې ودروو. رئیس جمهور کشور بر این نکته تاکید بیشتر می کند که قوای هوایی کشور خودکفا شود و از هر راهی که ممکن باشد این بخش نیرومندتر شود. مقامات میگویند اگر افغانستان نیروهای قدرتمند هوایی نداشته باشد، اردوی ملی ناقص است و در بخش عملیات و یا حمایت از عملیات با مشکلات دست و گریبان خواهند بود. دفاع وزارت بدی که مصمم ده، دفاع وزیر لوی درستیز زمونگا جناب جمهور رئیس ټول وخت په دې باندې ټینګار کوي چې زموږ هوایي قواوې به په پښو ودرېږي، چې په هر شکل کېږي موږ باید هوایي قواوې جوړې کړو. که هوایي قواوې موږ ونه لرو، معنا دا ده چې زموږ اردو نیمګړې ده، زموږ اردو کامله نه ده. موږ د دې لپاره چې د راتلونکي لپاره یوه ښه اردو په خپلو پښو ولاړه اردو د خلکو د ارزوګانو سره سمه اردو ولرو، موږ باید هوایي قواوې ولرو. حکومت افغان در حالی از نیرومندسازی نیروهای هوایی کشور تلاش می کند که تا سال 2014 مسئولیت های امنیتی تمام مناطق کشور به این نیروها واگذار خواهد شد و تا سال 2014 نیروهای هوایی افغان این توانمندی را خواهند داشت که قمانده عملیات هوایی را مستقیما خود در اختیار داشته باشد. مقام های بلندپای ناتو می گویند هموکنون 80% عملیات نظامی را نیروهای افغان بر عهده دارند و نیروهای هوایی کشور تا سال 2017 این توانایی را کسب خواهند کرد که تمام عملیات هوایی را کاملا در اختیار خود داشته باشد. طالبان مسلح عملیات اعلام شده خود را در کشور رسما آغاز کردند. طالبان با نشر یک اعلامیه گفتند با آغاز حملات در ولایت‌های غزنی، ننگرهار و کاپیسا پروسه جنگ‌های بهاری خود را آغاز کردند. این در حالی است که گفته می‌شود در شروع روز اول این عملیات در ولایت فاریاب 70 تن از جنگجویان آنها کشته شدند. نیروهای افغان و ایساف مقیم در کابل می‌گویند سربازان کشور توانمندی مقابله در برابر هر گونه عملیات طالبان را دارند. طالبان مسلح با آغاز حملات مسلحانه در ولایت‌های جنوبی، شرقی و شمالی کشور عملیات بهاری خود را آغاز کردند. طالبان این عملیات را روز گذشته به نام خالد بن ولید اعلام کردند، اما روز یکشنبه در ولایت‌های غزنی، ننگرهار و کاپیسا با حمله‌های سمبولیک جنگجویان طالب رسما آغاز کردید. این اعلامیه طالبان را وزارت دفاع کشور تبلیغ روانی خواند و تاکید می کند که طالبان مسلح توانمندی خود را در نبرد با نیروهای افغان از دست دادند. نیروهای ایساف مقیم در کابل می گویند نیروهای افغان اکنون این توانمندی را دارند که علیه طالبان برزمند بانها را در میدان نبرد که در مقابل طالبان به عقب رانند. افغانها نباید از اعلامیه اخیر طالبان حراز داشته باشند، زیرا نیروهای افغان با استفاده از بهار سال جاری می خواهند پس از 6 ماه اول این سال تمام مسئولیت های امنیتی کشور را بر عهده گیرند. من به اطمینان کامل می گویم که نیروهای افغان توانمندی دشوارترین عملیات را دارند. ما نباید فراموش کنیم که نیروهای افغان و نیروهای خارجی تلاش های مشترک خود را برای نجات افغان ها آغاز کرده و در نتیجه هنگام عملیات فشارهای خود را بر طالبان بیشتر نمایند. بهار سال آینده برای نیروهای افغان به خاطر مهم شمرده می شود که در این زمان با خروج نیروهای خارجی مسئولیت رهبری تمام عملیات و مسئولیت های امنیتی تمام کشور را بر عهده می گیرند. وزارت داخله می گوید برای جلوگیری از این حملات طالبان تدابیر لازم را گرفتند. They should realize that they cannot continue to fight
آنان باید به خاطر داشته باشند که توان جنگ رویارویی با نیروهای افغان را ندارند. آنان باید همچنان به خاطر داشته باشند که در جنگ رویارویی با نیروهای افغان کشته خواهند شد و همین ترس آنان سبب شده است که آغاز جنگ‌های بهاری خود را اعلام کنند و این بدان معنا است که آنان اکنون نیز بر گفتگوهای صلح حاضر نیستند. اما در عین حال نیروهای افغان در مقابل آنان مبارزه خواهند کرد و از حملات احتمالی آنان جلوگیری به عمل خواهد آمد و این تعهد هر نیروی افغان است. با براه اندازی عملیات طالبان بنا به خالد ابن ولی، نیروهای افغان در عملیات مشترک خود در فاریاب دست کم 70 تن مخالف دولت را کشتند. نیروهای امنیتی فاریاب میگویند جنگجویان مسلح در 3 روز گذشته در ولسوالی قیصر در مناطق خواجه کنتی بر شاخ این ولایت فعالیت‌های خود را آغاز کردند، اما در اثر حملات تهاجمی نیروهای افغان حدود 70 تن از افراد خود را از دست دادند. طالبان مسلح در حال از عملیات راه اندازی شده بنا به خالد ابن ولی خبر میدهند که یک روز پیش از آن گروه دیگری طالبان بنا به خیبر خود را اعلام کرده بودند. کارشناسان میگویند در 8 سال اعلان جنگ‌های بهاری طالبان تهدید بزرگی برای خبر اعلان شده خیبر میباشد. ادامه خبرها از جهان. تهدیدهای امنیتی در پاکستان بیشتر از پایین کشور را از حق رایدهی محروم خواهد کرد. برخی از شهروندان این کشور با اشاره به حملات و انفجارهای اخیر بر کمپین‌های انتخاباتی میگویند که شاید در رایدهی سهم نگیرند. این در حالی است که در شمال غرب این کشور انفجار برای کمپین انتخاباتی 8 کشته و 10 زخمی بر جا گذاشته است. پس از آن که در روزهای شنبه و جمعه در شهر کراچی پاکستان بر کمپاین‌های انتخاباتی انفجارها انجام شد و چندین تن را کشته و زخمی نمود، نیروهای امنیتی این شهر از تدابیر شدید امنیتی خبر می‌دهند. روز یک شنبه در این شهر همه چیز تعطیل بود و مردم بسیار اندک در سرک ها دیده می‌شدند. باشندگان این شهر می‌گویند اگر مشکلات امنیتی و همین منوال ادامه یابد، شاید آنها در انتخابات شرکت نکنند. اگر انفجارها همین گونه ادامه یابد، این برای ما بسیار دشوار خواهد بود که رای بدهیم، زیرا زندگی ما نسبت برای دادن ارزش زیاد دارد. انفجارها و حملات مردم را بسیار نگران ساخته است، به خاطر که حالات در این شهر بسیار خراب است. چرا مردم زندگی خود را به خطر بیندازد و رای بدهد؟ این در حالی است که طی 2 روز گذشته در شهر یاد شده در 2 انفجار جداگانه که بر کمپاین های انتخاباتی صورت گرفت، 15 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این انفجارها را طالبان پاکستانی به دوش گرفته و نموده است که احزاب سکولر و کاندیدان آنها را آرام نخواهند گذاشت. این در حالی است که روز یکشنبه نیز در شمال غرب پاکستان بر کمپاین انتخاباتی انفجارها انجام شد که در اثر آن 8 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. هند در پاکستان لاتوکو به یک تبعه زندانی خود را به شدت محکوم کرده است. سرزم این کشور میگوید که با پیش آمده این رویداد خمنگیت، حکومت پاکستان باید در رابطه با زندانیان قوانین بین المللی را رعایت کند. منموهن سینگ میگوید که این یک حادثه غمگین بوده. اسرائیلی بار دیگر برخی از مناطق غزه را بمباران کردند. مقام های اسرائیلی میگویند نیروی هوایی این کشور پس از آن مراکز جنگجویان فلسطینی را هدف قرار داد که چندین راکت به سوی خاک اسرائیل پرتاب کردید. این در حالی است که نماینده خاص چین در امور شرق میانه در پیوند به صلح به این منطقه سفر کرده است. صبح روز یک شنبه تیاره های اسرائیلی بخش های غزه را بمباردمان کرد که به گفته آنها مراکز جنگجویان بوده است. مقام های نظامی اسرائیل میگویند که مناطق یاد شده را بعد از آن هدف قرار دادند که از غزه چند راکت به خاک اسرائیل فیر شدند. جبهه آزادی و دموکرات فلسطین میگوید که تیاره های اسرائیل مراکز تربیوی آنها را هدف قرار داده اما به کسی زیان نرسیده است. گفته نیست که تا هنوز گروه مسئولیت فیر راکت ها از غزه به اسرائیل را به دوش نگرفته است. خشونت های اخیر در حال رخ میدهد که نماینده خاص چین برای شرق میانه به فلسطین سفر نموده و با بعض مقامات در مورد پروسه صلح بین اسرائیل و فلسطین گفتگو نموده است. وی میگوید رهبری جدید چین از فلسطین مستقل و صلح و ثبات در منطقه حمایت میکند. چین از فلسطین مستقل که در سال 1967 با وجود آمد و پایتخت آن هم بیت المقدس شرقی تعیین گردید حمایت می کند. در همین حال موقف چین درباره صلح و ثبات در منطقه مشخص بوده و خواهان آغاز گفتگوهای صلح بین دو طرف می باشد. و همچنان از محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دعوت نمود تا به چین سفر نموده تا بین دو کشور یک تعداد توافقنامه ها هم امضا کرده. در همین حال یک مقام تشکیلات خودگردان فلسطین میگوید که آنها از صلح و ثبات در شرق میانه حمایت میکند و در این زمینه هر کشوری که تلاش میکند همکاری جدی مینماید. این بود خبرها تا این ساعت که تقدیم شد. سپاسگزارم از اینکه ما را همراهی کردید.